اوکی شروع کنم تراکان یا باید مقدمه ای بود؟ بفرمایید، هر وقت آماده بودید اوکی بفرمایید. خیلی ممنون. با پوزش از اینکه چند دقیقه تأخیر شد، من فکر کردم با این وقایع لبنان در 24 ساعت گذشته شروع کنم. تا اونجا که به نظر میرسه 9 نفر کشته شدند، حدود چند صد نفر معلوم نیست دقیقا چقدر ولی در بیمارستانن، 200 نفرشون گویا جراحات سنگین دارن و اگه هر کشور دیگه ای در جهان یک چنین کاری انجام داده بود، یعنی رفته بود جدا از اینکه حالا حزب الله کیه، هوادارانش کیه که بعد راجبش یک کمی صحبت میکنیم، رفته بود یک کشور دیگه ای وسط روز مردمی رو که تو مغازه بودن، نه در مقطع جنگی بودن، خونهشون بودن، بیمارستان بودن، جای دیگه بودن، زخمی میکرد اونجور با انفجاری به قصد، این ایالات متحده، متحدانش، با اتحادیه اروپا، بریتانیا، غیره، تا الان اون کشور رو بمباران کرده بودن، قطعنامه فوری در شورای امنیت صادر کرده بودند و غیره. بگذاریم از این که اسرائیل که مطمئنا در این رابطه تقصیری داشته، مسئول نسل کشی 40,000 نفر در غزه است. روزنامه لانست که نشریه لانست که نشریه معتبر پزشکی در بریتانیا، ارزیابیش اینه که اقلا 180 هزار نفر در این پروسه جانشون رو از دست دادن یا میدن و علت این که این ارقام رو بالاتر گرفته از 40 هزاری که اسرائیل و امریکا میگن دروغه، چون حماس این تعداد رو مطرح کرده، ولی این 180 هزار نفر شامل کسایی هستند که زیر خاکن، ما نمیدونیم، در حتما فوت کردن ولی معلوم نیست کجا، و کسانی که به دلایل پزشکی، به دلایل قحطی، به خاطر رشد بیماری های عفونی جانشون رو از دست دادن. حالا در این موقعیت ببینیم ایالات متحده و متحدانش چی گفتند در رابطه با کشوری که این کارها رو انجام داده. بمبارانش که واضح نکردن، تهدید جنگ بر علیهش نیست، تهدید تحریم بر علیهش نیست. امروز من مثل بعد از قضیه قتل هنیه در تهران هی میبینم که ایالات متحده و متحدینش به کشورهای دیگه، یعنی به قربانیان این حرکت، حالا هر ایران، لبنان، روسیه ها غیره، میگن باید خود نگهدار باشید، مبادا یه کاری بکنید که مشکلی پیدا بشه. و واضحه که ما پایانی برای این فاجعه هولناکی که منطقه رو در بر گرفته نمیبینیم. و اگرچه شکی نیست که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری مرتجعه، ولی این نیروهایی که اسرائیل رو میذارن کنار ایران، یکی میدونند این دوتا رو، مشکلات اساسی اگه بخواید نظری دارن، حالا من وارد جزئیاتش میشم در ادامه این بحث. یک چیز واضحه و اونم اینه که آقای نتانیاهو و دولت راست صهیونیست در اسرائیل تمام کوششش رو داره انجام میده تا جنگ رو گسترده تر بکنه. اول کرانه باختری رو گسترش اونجا بود، ولی الان چند ماهیه و این 2-3 هفته روزنامه هارتس خیلی بیشتر روش تاکید میکنه، چند ماهیه که تاکید بر اینه که ابعاد جنگ طوری بشه که حزب الله درگیر بشه، ایران درگیر بشه و در نتیجه این وضع به نظر نمیاد ادعاهای پیروزی جنگی در غزه چندان درست باشه. من نمیدونم چون متخصص جنگی نیستم، ولی میبینم روزنامه های اسرائیلی دارن زیر سوال میبرن این رو،
و در نتیجه کوشش آقای نتانیاهو در برابر فشار بین المللی که عمدتا از سازمان ملل و کسای دیگه است، از متحدان اصلیش نیست، سعیش اینه که این جنگ رو به مرزهای شمالی اسرائیل انتقال بده، حزب الله رو درگیر کنه و بعد اگر بتونه، و هدف اینجا خیلی مشخص و دقیقه، جمهوری اسلامی رو درگیر کنه. ما اینجا وقتی صحبت از دولت اسرائیل میکنیم، یه دولت تروریستی دیگه راجبش صحبت نمیکنیم. داریم صحبت میکنیم از کشوری که پایگاه نظامی ایالات متحده است در منطقه، از کشوری صحبت میکنیم که وجودش و الان این نسل کشی و اخراج مردم ساکنان اولیه این خاک از خونهشون، از شهرشون، از دهشون، عملا سیاست های ستل کلونیالیزم، یعنی استعمارگر ساکن شده در یک منطقه. این مال قرن 21 نیست، مال حتی قرن، اگه بخواید دقیق بگیم شد قرن 19 است تا قرن 20، ولی این کاریه که این داره میکنه. حالا شما هی اطلاعیه بدید بگید جمهوری اسلامی و اسرائیل یکی هن. خب میخندن بهتون رفقای عزیز، دوستان گرامی میخندن بهتون، چون مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هست. آقای حمید دباشی که دانشگاه کلمبیا مسئولیت های زیادی داره روی این مسئله خیلی مقاله نوشته، ولی یه مقالهش در میدل ایست آی به نظر من به نکات خیلی مهمی در قبال ایران اشاره میکنه و یکی از بحث‌هاش اینه که نسل کشی اسرائیل در غزه در حقیقت پایان زندگی سیاسی اپوزیسیون مدافع سلطنت طلب، مدافع راست در جمهوری اسلامی بود و به نظر من به درستی اشاره‌ای داره، البته گذرا، که بخش‌هایی از چپ تبعیدی هم از این نقد بر این نیستن و میشه این رو هم باز کرد در موردش بیشتر. مسئله اصلی اینه که نسل کشی فلسطینیان در غزه هم عواقبی کوتاه مدت داره و هم عواقبی دراز مدت، هم برای خاورمیانه و هم برای بقیه جهان. در خاورمیانه یک تأثیرش خیلی واضحه و اونم اینه که حمله یا حرکت به نظر من وحشتناک، ولی حرکت حماس در روز 7 اکتبر عملا به پایان یافتن اون چیزی که بهش میگفتن قرارداد آبراهام انجام میده. حالا بعضی ها میگن اصلا حماس رفت به این چون هدف اصلیش شکستن این آبراهام آکورد بود، بعضی ها میگن نه، مشکلات اقتصادی داشت، در درون غزه مخالفت ها زیاد شده بود غیره. من کاری وارد این جزئیات نمیشم، ولی این قرارداد آبراهام چی بود؟ این قراردادی بود که طبق اون، و بایدن هم، ترامپ از مدافعانش بود ولی بایدن دنبال میکرد، فعالانه دنبال میکرد این سیاست رو، ایجاد روابط دیپلماتیک بین اسرائیل، امارات، بحرین، سودان، مراکش، اینها همه امضا کردند این قرارداد و قرار این بود که کشور بعدی که این رو امضا میکنه عربستان سعودی باشه و بعد از اون خب کویت، بقیه کشورهای خلیج فارس. و شکی نیست که این مسئله فعلا خوابیده، چون با این وضعی که در غزه پیش آمده، با این اعتراض شدیدی که وجود داره در شهرهای کشورهای عربی، در پایتخت کشورهای عربی، در اعتراض به دولت صهیونیستی، امکان این که کشورها فکر کنن میتونن وارد چنین روابطی بشن و قدرت سیاسیشون رو حفظ بکنن خیلی بعید. در نتیجه اینو آره زیر سوال بود.
و میشه گفت اگه یک کشوری بره پی اینی که بخواد قرارداد ببنده، مخصوصا با دولت کنونی، با نتانیاهو و دولت کنونی اسرائیل، خودکشی سیاسی کرده، شکی درش نیست. ولی نتیجه دوم و شاید کمتر بحث شده وقایع 11 ماه گذشته و این قتل عام بی توقف هزاران فلسطینی با حمایت ایالات متحده، حمایت متحدینش و فروش اسلحه، ادامه فروش اسلحه، درس تلخی است برای همه کشورهای قاره جنوبی. اون چیزی که بهش میگفتن دنیای جهان سوم، حالا میگن گلوبال ساس یا جهان جنوب، دنیای جنوب، کره جنوب، جنوب کره. و اینجا درسی که داده میشه اینه که، و این درس البته اگه کسی یه کمی شعور داشت باید از 2003 و قضایای عراق و غیره فهمیده بود این رو، ولی اگه کسی شکی داشت الان خیلی واضحه. اگر شما سیاست های دولت هژمون نظام اقتصادی کنونی ایالات متحده رو دنبال نکنید، اگه یکی بیاد با خاک یکسانتون کنه ما کاری نمی کنیم، اگر لازم بشه خودمونم میایم و با خاک یکسانتون می کنیم. در نتیجه این درس این واقع است برای نه فقط کشورهای خاورمیانه، به نظر من برای هم. و اینجا من چرا تاکید می کنم بر کشور هژمون نظام سرمایه داری؟ بر این که این نوابق چپ ما حالا کشف کردن که امپریالیزم شرق رو میخوان افشا بکنن، امپریالیزم روسیه رو میخوان افشا بکنن، تا چند وقت پیش که چندین امپریالیست میشناختن. این شکی نیست، ما قبلا هم بحث کردیم که هر کشور سرمایه داری درش رگه های امپریالیسم وجود داره. اگه اینجور باشه میشه گفت مثلا کویت هم داره، نمیدونم گینه بسا هم به نوعی داره، حالا برای دید خودش. ولی ما الان در یک نظام اقتصادی خیلی مشخصی زندگی میکنیم. این نظام اقتصادی سرمایه داری، روسیه یک کشور سرمایه داری مافیاییه. تحریم هایی که روش بعد از جنگ اوکراین واردش کرد، بهش وارد کردن، بهش قدرت، قدرت اینی که آرزوها یا تفکرهای کشور گشایش رو بتونه عملی بکنه به اونجوری که میخواد براش وجود نداره. ببینید تو اوکراین با چه مشکلاتی روبروست. چین مثلاش چیز دیگه ایه. چین میخواد رقیب اقتصادی سرمایه‌داری جهانی ایالات متحده است و برای این سیاست‌های خیلی خاصی رو دنبال می‌کنه. آره، روابطش با کشورهای حاشیه، با کشورهای جنوب کره زمین حتما رابطه اکسپلویتیتیو، یعنی میخواد از اینها حد اکثر استفاده اقتصادی رو بکنه. و طبیعی است مثل هر قدرت اقتصادی که داره رشد میکنه، کوششش اینه که امتیازهای خیلی محدودی بده برای اینکه در رقابت با ایالات متحده جلو بیفته. و در این مورد ایران نیست که فقط رفته طرف اون، کشورهای عربی رفتن، عربستان سعودی رفته، خیلی کشورهای دیگه رفتن. چون اونجوری که خود این برنامه های اقتصادی رو میفروشه اینجوره که میگه ببینید مثلا ایالات متحده این نرخ بهره رو از شما میخواد، اینجور شما رو ورشکسته میکنه، ما بهره کمتر میخوایم، سازندگی میخوایم، شما متحد ما هستید در این برنامه های بلت اند رود، کمربند راه و کمربند و غیره، در همه اینها شما برابر ما هستید و در این برابری با همدیگه توسعه کشور شما رو ببینیم، که البته همش دروغه، واضحه که چنین هدفی نیست. هدف اینه که از این طریق از نظر اقتصاد سیاسی جلو بیفته. ولی این نوابق چپ ما که شب و روز میگن امپریالیسم شرق با
باید بگن منظورشون از این مسئله چیه، چگونه این رو تحلیل میکنن. آیا مثلا ستیت کپیتالیزم تونی کلیف رو خوندن و اون رو الان مطابق میدونن با روابط اقتصادی چین؟ آیا اون دیدگاه های ماو که اون وقتا میگفت اتحاد جماهیر شوروی امپریالیسته، سوسیال امپریالیسته، اونو خوندن، اونو قبول دارن؟ همینجوری نیای چپ و راست بگید امپریالیسم شرق، امپریالیسم امریکا یکی ان با هم، در نتیجه ایران و اسرائیل یکی ان، چون این با امپریالیسم شرق، اون با امپریالیسم غرب. میبخشید ولی میخندم بهتون. باید تعریف داشته باشید. من مخالف این نیستم که کسی استعمارگری دولت چین رو افشا بکنه، ولی با علکی حرف زدن راجع به این مسائل شدیدا مخالفم. امروز یک کسی بر من یه مقاله نوشته بود برای اینکه بدونید این امپریالیسم شرق خیلی گسترده شده. روزنامه مانسلی ریویو که روی هم مدافع چینه، همچنان مدافع چینه، ماویست بوده الان هم مدافع چینه، مقاله داره در رابطه با اینکه هند امپریالیسم ساب امپریالیسم مدافع ایالات متحده. خب چین واضحه با هند مشکلات اقتصادی سیاسی داره، مدافع نظریش در ایالات متحده مقاله می نویسه که هند ساب امپریالیست مدافع ایالات متحده. ولی به نظر من اگه کسی بخواد این بحث ها رو جدی بگیره، اگه کسی بخواد تحلیل سیاسی اقتصادی درستی از این مسائل داشته باشه، نمیتونه همینجوری شعار بده. حالا همه اینا به کنار، منظور من این بود که بگم این قتل عام فلسطین درسی داده به کشورهای حاشیه که میدونند نمیتونند امیدی داشته باشند به اینی که روابط اقتصادیشون در چارچوب همکاری با چین بهبود پیدا کنه. شعار میدن، خامنه اینو میگه، مدافعان خامنه اینو میگن، ولی من مطمئنم حداقل اونایی که واقعا دارن دنبال میکنن مسائل اقتصادی رو در جمهوری اسلامی، از درون جمهوری اسلامی، واضحه هر جایی که نگاه میکنید چشمشون به غربه و دلایل خاصی داره. از نظر اقتصادی شکی نیست که برای از بین بردن تحریم ها برای حیات اقتصادی جمهوری اسلامی به غرب احتیاج داره، و تغییر و تحولات سیاسیش، پذیرش امثال پزشکیان، ظریف، عراقچی، غیره، نشانه هاییست از این که رهبری یا متحدان رهبری دوزاریشون افتاده که هر کاری بخوام بکنم بالاخره حتی برای قرار داده با چین مجبورن این تحریم ها رو کم بکنن. چرا؟ چون این دولت فهمه چین اتفاقا خیلی مشخصه در این قراردادی که بسته، این قرارداد 25 ساله، شما اگه جزئیات رو بخونید میبینید که خیلی از مفاد این مشروط به این که جمهوری اسلامی از این حد تحریم های کنونی که بالاترین سطح تحریم هایی که جمهوری اسلامی باشون رو بوده خارج بشه. چرا؟ چون ایالات متحده کنترل اقتصادی و فاینانس رو داره، اقتصاد مالی در سطح جهان رو داره، و در نتیجه برای هیچ کشوری از جمله چین راهی برای دور زدن روابط مالی اقتصادی که نه به فعلا در سطح دلار مطرح نشه و در نتیجه ثبت نشه و در نتیجه ایالات متحده پی تحریم کشوری که تحریمش رو زیر سوال برده نباشه نیست. بانک‌های چینی ضررهای بیلیونی داشتن سر این قضیه چند سال پیش و حاضر نیستند این اشتباه رو دوباره تکرار بکنن، و در نتیجه درست ایران میشه گفت هم شرقی هم غربی، شعار اوایل خمینی بود نه شرقی نه غربی، الان هم شرقی هم غربی، ولی در عین حال واضحه که از نظر اقتصادی راه خودش رو میدونه
تنها راه ادامه حیاتش از این راه. یک مسئله دیگه که برای جمهوری اسلامی مطرحه و این قضایای واقعا حملات مکرر اسرائیلی به جمهوری اسلامی و متحدان جمهوری اسلامی نشون میده. من یه پرانتز باز میکنم که در رابطه با متحدان جمهوری اسلامی باید یه مقداری هم فکر کرد که دقیق تر صحبت کنیم، ولی در این مورد در رابطه با به اصطلاح همکاری یا تهدید جمهوری اسلامی خیلی واضحه که بلافاصله پس از اکتبر، حتی اکتبر 2023 و در فاصله بین اکتبر 2023 و اوایل 2024، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه از طریق عمان چه از طریق جاهای دیگه، پیام های خیلی ویژه‌ای به جمهوری اسلامی رسیده که اگر دست از پا خطا کنید با خاک یکسانتون میکنید. هیچ شکی روی نیست، علنیش گفته میشه، یعنی هر بار که اسرائیل حمله میکنه ایالات متحده بلافاصله میگه که اگر ایران یا حزب الله کاری بکنن ما حتما از اسرائیل دفاع میکنیم، با همه تضادهای نسبی جزئی به نظر من که بین دولت نتانیاهو و فعلا دولت جمهوری دموکرات در ایالات متحده وجود داره. نتیجه اینها چی بوده؟ به نظر من نتیجه اینها و آثارش وجود داره حتی قبل از سقوط هلیکوپتر آقای رئیسی و وزراش در بهار امسال. واضح بوده که مذاکرات مخفی بین جمهوری اسلامی و مأمورین ایالات متحده شروع شده از آغاز 2024 حداقل. امریکایی‌ها خیلی علنی اینجا و اونجا راجبش صحبت میکنن، جمهوری اسلامی منکرشه، ولی جمهوری اسلامی میگه نه ما با کسای دیگه صحبت میکنیم، اونا با امریکا صحبت میکنن، ولی واضحه که چنین صحبت‌هایی وجود داره. و این مذاکرات خیلی روشنه، به جمهوری اسلامی گفتن آقا اگر کار زیادی بکنی یا این محور مقاومت کار زیادی انجام بده در مثلا بعد از کشته شدن هانیه یا بعد از این وقایع لبنان بهت حمله میکنیم، و حمله کردن به جمهوری اسلامی در این حد نیست که مثلا چه میدونم یک جای دور افتاده بمب بشه. حدس من اینه که این تهدیدها در رابطه با صنایع اتمی جمهوری اسلامی، و اگرچه الزاماً چنین حمله به سرنگونی برعکس اون چه سلطنت طلبا فکر میکنن الزاماً به سرنگونی این جمهوری اسلامی که خیلی خطرناکه، ولی خیلی دقیق به نظر من دقیق داره کار میکنه، به سرنگونیش نخواهد انجام ولی تضعیفش خواهد کرد، و اون وقت زمینه ای هست برای ایالات متحده، برای متحدانش که تغییر رژیم از بالا رو پیاده بکنن، اون چیزی که خب طبیعی است راست خیلی وقت میخواد، ولی پیداست چپ ما هم بخش های گسترده متاسفانه یه زمانی میشد چند تا گروه اسم بود، الان میشه گفت بخش گسترده ای از چپ ما، من نمیدونم خسته شدند از تبعید، ناامیدند از سرنگونی انقلابی، ناامیدند از نیروهای طبقه کار، نمیدونم مشکلشون چیه، ولی در هر صورت برای خیلی از اینها به نظر میاد تغییر رژیم در بالا مشکلی نیست، ترجیح میدن اینجور بشه. مشکلی که من و امثال من با تغییر رژیم از بالا داریم اینه که خب میبینیم مثلا عراق چه کار شده، افغانستان چی شده، لیبی چی شده، حالا گیریم در ایران خیلی خوب انجام بشه اون جوری که در تئوری حزب جمهوری خواه یا حزب بخشایی از حزب دموکرات رو کاغذ میاد که انقلاب مخملی بشه، رهبری بره یه رهبری دیگه بیاد، الزاماً هم حالا گیریم برای خاطر این دوستان چپ ما همش سلطنت طلب نباشه یا حتی سلطنت طلب ها توش کاری نداشته باشن، ولی خب اون اهدافی که درک اینهاست از جنبش زن زندگی آزادی رو پیاده بکنه. خب پیداست اینها رفتن
پای پذیرش چنین سناریویی به عنوان سناریوی ایدئال. خیلی راحت این رو در خیلی از نوشته ها میشه دید. مثلا صحبت از این میشه که سقوط جمهوری اسلامی حتمیه و به زودی. من چند ده هست آرزوم اینه که فردا این واقع اتفاق بیفته، ولی خب آرزو کردن با برنامه داشتن، با استراتژی داشتن، با فکر داشتن فرق داره. و این دوستان ما، من نمیدونم، شاید از من اطلاعات بیشتری از درون رژیم دارن، ولی میبینیم که این رژیم خودش رو ترمیم میکنه، عوض میکنه، هزار نفر رو، ده ها هزار نفر رو، میلیون ها نفر رو گول میزنه و ادامه میده به حیاتش. در نتیجه به نظر من به این سادگی نیست که اولا سرنگون بشه، ولی سرنگونم بشه گیریم فردا سرنگون بشه. طبقه کارگر و نیروهای انقلابی در این وسط چی به دستشون میاد؟ با چه برنامه، با چه حرکت سیاسی، با چه درکی از قدرت، دولت؟ این بحثایی که هفته به هفته اینجا ما انجام میدیم، میخوان درگیر بشن. آیا دنبال روی بورژوازی لیبرال خواهند بود؟ آیا میخوان جنگ مسلحانه بکنن علیه سلطنت طلبا؟ واقعا من نمیدونم، حتما برنامه دارند این دوستان، ولی من یکی توش موندم. هرچی هم میخونم آشنایی زیادی پیدا نمی کنم به پاسخها به این مسئله. من فکر میکنم این مسئله به اصطلاح کوشش اسرائیل برای درگیر کردن ایران نتایجی داشته، و اونم اینه که جمهوری اسلامی رو کاملا خونسا کرده. اون این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی پارسال نیست، میخواد با غرب رابطه داشته باشه، میخواد روابط اقتصادیش رو خوب بکنه. ولی اینجا این مسئله متحدینش مطرح، و این متحدین رو به نظر من، قبلا هم راجع به صحبت کردم، نمیخوام زیاد وارد بحث های جزئی راجع به این بشم، فقط این تاکید رو میکنم که مثلا شما همین حزب الله لبنان رو در نظر بگیرید که دیروز مورد این حمله شدید قرار گرفت. درست، این حزب الله، حزب الله 1357 نیست، حزب الله 2006 هم نیست که در جنگ با اسرائیل موفقیت نسبی پیدا کرد. فعالین ضد صهیونیست اسرائیلی همش به من میگن اون موقع خیلی پیش رفت. این حزب الله الان بخشی از سرمایه در لبنان، خصوصی سازی ها بهره زیادیش پای به جیب این حزب الله رفته. این حزب الله وزیر داره، 20 تا 32 درصد رأی مردم در لبنان رو داره که همه شیعه ها نیستن، غیر شیعه ها به حزب الله رأی میدن. چرا؟ چون سرمایه داری بحث هایش فراتر از اینه که فقط شیعه ها به اینا رأی بدن. بخشی از دولت لبنان در کل حمله هایی که تا حالا بهش شده وقتی پاسخ داده، دقیق و روشن برای اینی که میخواد دور بعد در لبنان انتخاب بشه، نه به خاطر امریکا یا من و شما، بحثش اینه که ما به اسرائیل حمله کردیم چون به خاک لبنان حمله کردن، نه چون غزه است. اتفاقا من قبلا هم گفتم پناهنده های فلسطینی در صبرا، در شتیلا، در بیروت که شهر در شهر بیروت هست، همه های بیروته، اعتراض دارن به حزب الله که این همه شعار میدادید راجع به دفاع از فلسطینی ها، هیچ کاری انجام نداد. برابر این حوثی ها، ببینید حوثی ها، این رسانه های غربی همش میگن حزب الله که پروکسی ایران. خب آره هست متحد ایران، ولی زندگی جدا از ایران هم داره. و اینی که ما به عنوان چپ بیان عین این جمله رو تکرار کنیم، مشکل از ماست، از رسانه غربی نیست. رسانه غربی، وزارت خارجه بریتانیا توش نظر داره،
وزارت خارجه ایالات متحده توش نظر داره، یه کانالش رو که موساد اسرائیل نگه میداره. خب طبیعی اینا یک جور تعریف دارند از اینکه حزب الله کیه. مایی که شعور باید داشته باشیم، مایی که باید مطالعه سیاسی داشته باشیم، نباید این حرف رو تکرار کنیم، نباید همون جمله رو، همون بیان رو تکرار کنیم. و متاسفانه دوستان ما این کار رو شب و روز انجام. بعد نمیم حوثی ها. ببینید حوثی ها خیلی جالبه. من مجبور شدم برای ورلد سرویس بی بی سی این توضیح رو بدم و پخش کردم. من تعجب کردم ولی پخش کردم. حوثی ها از 2015 به بعد رهبری که غرب شناسایی میکنه به عنوان رهبر یمن در عربستان سعودی در شهر ریاض مخفی، اصلا پاشو نگذاشته به یمن. خب از 2015 تا حالا که تا سال آینده میشه 10 سال، این حوثی ها عملا دولت بودند در یمن. حالا هی بگید حوثی پروکسیز آف ایران، شما هم چپ های ایران بیاین این اینو تکرار کنید. خب نیست همچی چیزی. این حوثی ها برنامه خودشون رو دارند، اسلحه خرید اسلحه خودشون رو دارند، منافعی در افریقا، در آسیا و مشخصا در چین وجود داره برای اینکه اینها رو قوی کنند. ربطی به الزامن هر کاری که میکنند ربطی به ایران نداره و اگرچه متحد ایران هستند، ولی چه در مورد اینها و چه در مورد حزب الله، نظر من اینه که در خیلی موارد اتفاقا جمهوری اسلامی باز اگر توصیه‌ای میکرده، توصیهش باز داشتن اینها از عمل سیاسی بوده تا اینکه بگه عمل سیاسی خاص نظامی یا سیاسی خاصی، عملا نظامی خاصی انجام بده. و در نتیجه ما اینجا هم باید فکر کنیم که وقتی تکرار میکنیم این حرفا رو، پایه سیاسی، پایه فاکت، پایه عملی که جدی که راجع به این داریم چی میتونه باشه. در نتیجه میگم پیداست که حتی خود حزب الله رو نگاه بکنید، عکس العمل ها در قبال آن بلایی که سرش آوردن بسیار محافظه کارانه بوده. و همه اینها جدا از این که ما از حزب الله خوشمون نمیاد، از حوثی ها خوشمون نمیاد، حوثی ها شیعه نیستند، بی خود اشتباه نگیرید، یزیدی هستند، اصلا از نظر ایدئولوژی ارتباطی با جمهوری اسلامی نداشتند، منافع سیاسی پراگماتیک اینها رو متحد هم کرده. ولی چون از اینها خوشمون نمیاد، نباید فراموش کنیم که وقایع 11 ماه گذشته چه تأثیری بر اوضاع جهانی گذاشتن و چه تأثیری بر اوضاع منطقه گذاشتن. ما الان در یک مقطعی هستیم که به نظر من خیلی از داده‌های نه فقط فعالین سیاسی چپ، بلکه افراد عادی در جامعه مثل بریتانیا، در جامعه مثل ایالات متحده، من کشورهای دیگر نمیشناسم، برای همین روی این دوتا تاکید دارم، داده ها در رابطه با خیلی مسائل عمیق‌تر از جنگ عراق در 2003 داره تغییر میکنه و نشانه های اون رو به نظر من ما در دو جا میبینیم، در تظاهرات گسترده لندن، نیویورک، شهرهای بزرگ اروپایی، ولی همراه اون در این اشغال های مراکز دانشگاهی. و این اشغال ها کم اهمیت نیستند، چرا که در هر شهری که اتفاق افتاده جامعه رو دور خودشون جمع کردن. در بریتانیا تخمین نظرسنجی ها اینه که 67% مردم مخالف فروش اسلحه به اسرائیل هستن،
که بالاست و همطور که میدونید اینقدر این رقم بالا بوده که حتی دولت پروسهیونیست آقای استامر مجبور شده حداقل موقتا تأخیری در این ارسال اسلحه بگذاره. ولی به نظر من اون چیزی که عوض شده از نظر فکری مهم و اینجا من تأکیدم بر سالهای قبل از اکتبر، قبل از هفته اکتبر 2023. مثلا در این جایی که من هستم آکسفورد، بیشمارند کسانی که نه فقط در میان دانشجوها یا کسایی که شغلهای دانشگاهی دارن، بلکه در میان کسانی که مقامهای آکادمیک به دست آوردن، زنانی که از تیره پوستن، زنان غیر بریتانیایی، هندی، افریقایی، غیره، منظورم اصلشون، نه ملیتشون، ملیتشون میتونه بریتانیایی باشه یا هر کشوری. سالها به اینها گفته شده و اینها باور کردن که آره دانشگاه به شما یا محل کار یا هر جایی که هستید شما رو به یه مقامی میرسونه، بهتون یه کاری میده چون زن هستید و چون از اقلیت ملی هستید، سفید رنگ نیستید، سفید پوست نیستید. و بعد اینها متوجه میشن با بقای بعد از هفته اکتبر، کشته شدن روزانه 1000 نفر در غزه و مقایسه اون با جنگ اوکراین، مقایسه اون به این معنا که الان شما اگه در بریتانیا زندگی کنید، هفته پیش خیلی جالب بود، یک دختر 14 ساله، متاسفانه وحشتناک هم هست که روسیه این کار کرده، ولی یه دختر 14 ساله در اوکراین کشته شده بود. همون روز 3 چادر، 20 چند چادر و حداقل 3 حفره در غزه ایجاد شده بود که 60 نفر کشته شده بودند. شما فکر میکنید تیتر اصلی مطبوعات بریتانیا چی بود؟ دختر 14 ساله در اوکراین کشته شد. خب و این 60 نفر هیچ مسئله نیست چون مهم است. این جمعیتی که این از این امتیاز بهره مند شده بودند و مقام نه اینکه پولهای زیادان، مثلا از استادیاری شده بودند استادیار، از کنتراکت شده بودند کار دائمی، ناگهان متوجه میشن که بابا جان دنیا اصلا این که فکر میکردن نیست. نه فقط نژاد پرستی از بین نرفته، نژاد پرستی همچنان یکی از مسائل عمده جامعه بریتانیا است. نه فقط مسئله میسوژنی یا ضدیت با زنان از بین نرفته، توضیح میدم چرا، بلکه کل این بحث هایی که خونده بودن، شنیده بودن، راجبش حتی مقاله نوشته بودن، شاید کتاب بعضیاشون نوشته بودن، پست کلونیالیسم، ما در دوره فرا استعماری وجود داریم، چون دیگه استعمار نیست که، با مقوله روبرو میشن که یک کشور داره صدها هزار نفر رو از یک زندانی که بهش زندان هوای آزاد میگفتن غزه بیرون میکنه. و فکر میکنید این آدم ها خب عوض شدن، این آدم ها و دانشجوهاشون و شهرهایی که دورور این آدم هاست عوض شدن و کار ساده نبوده این عوض شدن. فکر نکنید قیمتی ندادن. در ایالات متحده که خیلیاشون رو بیکار کردن، همونطور که میدونید مثلا در میان جوانان آکادمیکی که در ایرانیان استادیز هستن، چون پیراشون ماشاءالله همه لیبرال هم، ولی در میان جوانان تعدادی که شغل تنیر یعنی شغلی که بنا بوده دائمی باشه رو از دست دادن کم نیست. در بریتانیا مؤدبانه تره، این شهر ما خیلی جالبه، میان با افراد میگن آره خب خیلی خوبه از دانشجوها در این اشغالی که علیه اسرائیل کردن دفاع میکنی، نشون میده به دانشجوها اهمیت میده اینا، ولی مواظب باش زیادی رو این عمل نکنی، زیادی نرو پایه. درست؟ این
اگه بخواید تهدید مؤدبانه انگلیسیه که اگه زیادی از اینا دفاع کنی تو هم اخراجی، بدون تو هم رفتنی. و خب فکر میکنید این بی تاثیر بوده در افراد؟ فکر میکنید همه این آدم ها سرشون رو گذاشتن و گفتن آره قبول میکنیم؟ به به، تروریسم، دولت تروریستی جمهوری اسلامی برابر دولت تروریستی اسرائیل. بیایم ما هم از سکوت کنیم، حداقل سکوت کنیم دیگه، چاره دیگه ای که نیست. و در نتیجه میگم ما، من فکر کنم دباشی در این رابطه احتمالا کلمبیا رو دیده، ولی در جاهای دیگه هم اینو میشه دید، حس کرده این رو. و من در این شهری که هستم شب و روز حس میکنم که عکس العمل به امپریالیسم، عکس العمل به ستل کلونیالیسم، کلونیالیسمی که داره شهروندان فلسطینی رو از محل زندگیشون بیرون میکنه عوض شده. و این نه فقط در تیر پوستانی عوض شده که زن بودن و بهرمند سیاست های ضد نژادی، ضد تفاوت جنسی بر علیه زنان غیره بودن، بلکه در سفید پوست هم عوض شده. و به نظر من این عوض شدن دنیا رو رفقا و دوستان ما نمیبینند. چشمشون فقط و فقط نه فقط به ایرانه، بلکه به ایران تبعیدیه. و در این ایران تبعیدی رسانه ها نقش مشخصی دارند، نقش برای اینها، نه برای من، تعیین کننده دارند. بعد میان، من تنها توجیهی که برای این موضع وحشتناک در قبال نسل کشی در غزه در چپ ایران میبینم اینه که اینا پیش خودشون حساب کردن که باید اگه بخواید مخاطب خودشون رو انتخاب کردن، و مخاطب خودشون در این وسط یک بخشی است که فکر میکنن بخش عمده جامعه ایران و سلطنت طلبه. من شخصا فکر میکنم تا وقتی ما نظرسنجی دقیق و غیر وابسته نداشته باشیم، این اصلا تصور غلطیه. ما نمیدونیم چه درصدی از جامعه ایران راست شدن، چه درصدی سلطنت طلب شدن. اگر هم که راست شدن، به قول مایک مکنر، یه مقدارش تقصیر شما هاست که اینترسکشنالیزم، مسئله جنسی، مسئله ملی رو بر مسئله طبقاتی اهمیت بیشتری دادید. ولی حالا گیریم یه بخشی از جامعه ایران این دیدگاه رو داره، آیا وظیفه چپ اینه که اطلاعیه بنویسه با اینی که در فکر خودش ضعیفترین، عقب افتاده ترین بخش فکری، نه عقب افتاده فیزیکی، عقب افتاده ترین بخش فکری اپوزیسیون رو مخاطب قرار بده، یا نه میره بین اینی که انقلابی ترین بخش رو مخاطب، اگر انقلابی ترین رو هم بخش مخاطب قرار نمیده، سازش نکنه به خاطر اون بخش بیاد یه چیزی بنویسی که مبادا فکر کنند سازمان اکس، گروه ایگرک مدافع جمهوری اسلامی شده چون داره به اسرائیل یه حمله سنگین میکنه یا به امپریالیسم یه حمله سنگین میکنه. و اون وقت اینجاست که من واقعا البته نوشتم، بذار به انگلیسی هم نوشتم، اینجاست که اون وقت آدم میخنده که کارزار میذارند که او ثابتی را افشا کنیم، امضا کنید، همه امضا کنید که ثابتی را افشا کنیم. ثابتی را افشا کردن یک کار بسیار جزئی و نازلی است، اهمیتی نداره. ثابتی ثابتی نبود اگر ساواک را موساد نساخته بود، موساد نبود اگر ایالات متحده نمیخواست موساد ساواک را بسازه. سلطنت در ایران رو پای خودش که نایستاده بود، که اسرائیل ازش دفاع میکرد، ایالات متحده ازش دفاع میکرد. حالا هی بیاید جمع کنید، امضا جمع کنید در رابطه با ثابتی. من نمیگم نکنید، ولی این کار در سال 2024
در سال نسل کشی مردم غزه، در سال نوع عمل کردی که داریم از ایالات متحده و متحدینش میبینیم، به نظر من کار بیجاست. من پرحرفی کردم، همینجا خط میکنم که دوستان رفقا بیشتر بحث کنم. خیلی ممنون.